میخوایم راجع به خواب صحبت کنیم. خواب یک پدیده جالب، عجیب و با ناشناخته های بسیار در زندگی بشره. شاید بشه گفت یک سوم تا نصف طول عمر انسان در خواب میگذره. مثلا اگر یک فرد 60 ساله رو در نظر بگیریم، احتمالاً 20 تا 30 سالش رو خوابیده. یک نوع کاهش سطح هوشیاریه که به صورت طبیعی اتفاق میفته. خب در ظاهر بسیاری از فعالیت ها در خواب متوقف میشه و یا اینکه سطح اونها به حد پایینی میرسه، اما خیلی از فعالیت ها اتفاقا در زمانی که ما خواب هستیم اتفاق میفته و در نتیجه این خواب برای اینکه اونها بتونن به خوبی کارشون رو انجام بدن لازمه. و اینکه ساعات خواب مشخص باشه، اینکه اندازه خواب مناسب باشه، اهمیت خیلی زیادی داره برای اون فعالیت هایی که نیاز به خواب دارن تا راه بیفتن و بتونن کار خودشون رو انجام بدن. ما ناشناخته های زیادی در مورد خواب داریم که سعی میکنیم به اونها برسیم، اما فعلا میتونیم راجع به چیزهایی که از اون میدونیم صحبت بکنیم. یکی از مسائل خیلی مهمی که در موضوع خواب وجود داره بهداشت خوابه. بهداشت خواب در واقع رعایت اصولی هست که کمک بکنه که ما خواب بهتری داشته باشیم. طبیعتاً این اصول در بچه ها با بزرگترها هرچند که اشتراکاتی داره، ولی یه تفاوت‌هایی هم در اونها وجود داره. و یه نکته مهمی که همیشه در بحث کودکان هست این که والدین، بزرگترها، مراقبین نقش دارن توی رعایت این اصول و کمک به کودک برای اینکه با این اصول کنار بیاد. اولا این رو بدونیم که نیاز ما به خواب به تدریج با افزایش سن کمتر میشه. هرچه سن بالاتر میره نیاز به خواب کمتره، ساعت خواب کمتره. در دوره کودکی هم مثلا از حدود 13 ساعت خواب که برای یک شیرخوار 6 ماهه تا 2 ساله لازمه، در حدود 13 تا 18 سالگی میرسیم به حدود 8 الی 8 و نیم ساعت خواب مورد نیاز. البته حالا ممکنه یکم کمتر یکم بیشتر این عدد قابل قبول باشه، ولی محدودش حدودا اینجوریه. یه نکته ای که هست اینه که در مورد کودکان اینکه والدین بخوان او رو اجبار بکنن به خوابیدن در واقع باعث هوشیاری بیشتر کودک میشه. بنابراین باید حواسمون باشه اگر میخوایم بهداشت خواب رو برای کودکمون اجرا بکنیم و او رو کمک بکنیم برای این کار، باید انعطاف داشته باشیم و حوصله. فکر نکنیم که باید همه این کارها رو ظرف چند روز انجام بدیم و به نتیجه برسیم. هر چقدر عجله ما بیشتر باشه، حوصله ما کمتر باشه، کار اتفاقا سخت‌تر میشه و دیرتر به نتیجه میرسه. بنابراین این اصولی رو که دارم میگم، باید والدین زمان بدن و حوصله بکنن و به تدریج پیش ببرن تا جا بیفته و نتیجه بده. یکی از اصول مهم، شاید اولین اصلی که باید در بهداشت خواب وجود داشته باشه، اینه که خواب یه روال منظمی داشته باشه. باید ما عادت خواب ایجاد کنیم. عادت خواب خیلی مهمه، در بزرگسالی هم اهمیت زیادی داره. یعنی اگه افراد عادت بکنن که یه ساعت مشخصی بخوابن و یه ساعت مشخصی بیدار بشن، خب در دراز مدت دیگه به طور خودکار این اتفاق میفته. اینکه عادت خواب ایجاد بشه طبیعتاً یک روزه نیست، یعنی باید فرد مدت‌ها این عادت رو حفظ کنه تا ایجاد بشه. و مثلا اینکه من 5 روز 6 روز هفته یه ساعتی بخوابم، یه ساعتی بلند شم، بعد یکی دو روز تعطیل آخر هفته رو به یه شکل دیگه عمل کنم، اجازه نمیده که این عادت شکل بگیره. بنابراین عادت برای همه روزها، حتی روزهای تعطیله. خب اگر برای بچه‌ها ما بخوایم
این عادت رو ایجاد بکنیم. یه نکته مهمش اینه که خود والدین هم باید این عادت خواب رو داشته باشن. خیلی سخته که اونها جور دیگه ای عمل بکنن و انتظار داشته باشن که کودک به یه شکل دیگه در واقع ساعت خواب داشته باشه، بخوابه و بیدار بشه. اینکه ساعت خواب و بیداری رو مشخص کنیم، میتونیم بررسی کنیم ببینیم کودک ما معمولا چه ساعتی میخوابه، چه ساعتی بیدار میشه، بعد با توجه به سنش حدوداً به چقدر خواب احتیاج داره. مثلا اگه توی محدوده سنیه که حدود 10 ساعت خواب احتیاج داره، آهسته آهسته ساعت بیدار شدنش رو ساعتی قرار میدیم که 10 ساعت از زمان خوابش گذشته باشه. یعنی یه ساعت خواب براش ایجاد میکنیم که سر اون ساعت بخوابه، که حالا توضیح میدم که چه جوریه. بعد 10 ساعت بعد از اون ساعت بیداریشه، بیدارش میکنیم که دیگه بقیه روز رو بیدار باشه و فعالیت‌های روزانه‌اش رو بکنه که دوباره بتونه شب سر اون ساعت مشخص بخوابه. اینکه عادت خواب ایجاد بکنیم، خب وقتی والدین خودشون یه روالی دارن و سر ساعت خواب در واقع چراغا خاموش میشه، سکوت برقرار میشه و همه میرن بخوابن، خب کودک هم به طبع مجبور هست که این رو رعایت کنه و بعد از یه مدتی اگر این عادت از قبلم نبوده ایجاد میشه. یه وقتایی هم هست خب ما باید کودک رو فکر میکنیم که مثلا این ساعت مناسب خوابش هست و میخوایم این عادت رو در او ایجاد کنیم. راهش اینه که نباز با عجله، آهسته آهسته او رو در سر اون ساعت یواش یواش به سمت خوابیدن، به سمت تخت خوابش سوق بدیم. یکی از کارهایی که برای خواب بچه‌ها و برای ایجاد این عادت خیلی مفیده و لازمه اینه که ما یه مراسمی برای خواب ایجاد کنیم، در واقع خواب رو همراه کنیم با یه مراسمی که در واقع بچه اون مراسم رو انجام میده و بعد میره میخوابه. معمولا یه محدوده نیم ساعته برای این مراسم در نظر میگیرن. این مراسم مثلا اینجوری شروع میشه که دیگه وقتی موقع خوابه، کودک میره دستشویی، مسواکش رو میزنه، مثلا آبش رو میخوره، شب بخیرش رو میگه، میره داخل رخت خواب یا تخت خوابش، مثلا مادر میره کنارش میشینه، با هم یه خورده راجع به اتفاقایی که توی روز افتاده صحبت میکنن، یه مقدار ممکنه که مثلا اگه مشکلی مسئله‌ای بوده با آرامش در موردش صحبت میکنن، اگه مثلا نیاز به توصیه‌ای داره، راه حلی داره انجام میشه و مثلا یه قصه‌ای گفته میشه و کودک شروع میکنه دیگه یواش یواش به خوابیدن. اولا این مراسم اندازه باید داشته باشه، اندازه باید همیشه حفظ بشه، خیلی طولانی هم نباشه، معمولا یه مراسم نیم ساعته کفایت میکنه. چند تا نکته اینجا هست. اینکه پدر مادر در کنار کودک نخوابن، توی تخت کودک نخوابن، اگر کودک خوابیده اینها کنارش نشستن. یه جورایی عملا باید به کودک یاد بدیم که این تخت توه و من اجازه ندارم روش بخوابم و اون تخت منه و تو اجازه نداری اونجا بخوابی. برای اینکه بهش بگم تو باید رو تخت خودت بخوابی و این تخت مال توه، طبیعتا باید کاری بکنم که او بدونه که این کار خوبی نیست که کس دیگه ای رو تخت تو بخوابه و عملا دارم بهش یاد میدم که تو هم اجازه نداری رو تخت ما بخوابی. یه نکته دیگه اینه که اون مرتون مراسم، داستانایی که میگیم، حرفایی که میزنیم، چیزی که هیجان انگیز باشه، چیزی که توش تنش وجود داره، اگه یه چیزی هست که یه تعارضی مثلا بین کودک و پدر مادرش هست، اونجا نباید صحبت بشه، چون ما میخوایم آرامش ایجاد بکنیم که کودک ما در واقع بخوابه. مراسم اجرا میشه، ممکنه هنوز کودک خوابش نبرده، لازم نیست والدین تا خوابیدن اون هم که داره میره به سمت خوابیدن، مادر پدر هر کس که کنار کودک بوده از اتاق خارج میشه. شاید مثلا بر اساس عادت یا به خاطر مثلا ترسایی که ممکنه بچه‌ها داشته باشن، میتونه چراغ خواب روشن بکنن، میتونن در اتاق رو باز بذارن یا ببندن، ولی مهم اینه که حضور کودک در واقع در اتاق خودش یا تخت خودش، جای خودش حفظ بشه. چند تا نکته دیگه هست. اینکه بعضی بچه‌ها عادت دارن رو تخت بازی میکنن یا تکالیفشون انجام میدن. این یادمون باشه
تخت خواب مال خوابیدنه. اگر من برم اونجا مثلا فکر و خیال بکنم، اگه برم اونجا بازی بکنم، اگه برم اونجا کتاب بخونم، تخت برای من یادآور خواب نیست، انگار یادآور فکر و خیاله، یادآور کتاب خوندنه، تلویزیون نگاه کردنه. بنابراین این عادت رو در کودک حذف میکنیم که رو تخت بازی کنه، مثلا اسباب بازیاشو ببره رو تخت بازی کنه تا خوابش ببره. نه، اگر مثلا بازی با اسباب بازی کمک میکنه که به خوابه، میتونه اون کار رو قبل از اون مراسم بیرون انجام بده، خوابش که گرفت بره روی تخت و بخوابه. یه نکته دیگه ای که باید رعایت بشه اینه که نگاه کنیم کودک در طول روز مصرف کافئینش، مثلا قهوه، چای، کاکائو مخصوصا توی بچه ها چقدر مصرف میکنه. اگر شب دیر میخوابه ممکنه که به علت مصرف اونها باشه. حداقل اینکه 6 ساعت قبل از خواب مصرف این مواد به حد اقل برسه و تا اونجا که امکان داره مقدارش کم بشه. چند تا نکته دیگه، نور، صدا خیلی مهمن. باید نور رو به حد اقل برسونیم، صدا وجود نداشته باشه در محیط، یعنی آرامش برقرار بشه که این کمک بکنه که کودک بخوابه. غذای شب کودک بهتره که یه غذای سبک و کمچرب باشه. قبل از خوابیدن هم میتونه شیر بخوره، شیر یه مقدار کمک میکنه به بهبود خواب. البته اگر شیر میخوره، شیر باید قبل از مسواکش باشه، یعنی حتما بعدش مسواک رو بزنه، چون در واقع شیر خوردن شبانه بدون مسواک زدن باعث پوسیدگی دندونان میشه. یه نکته ای که هست، بچه ها وقتی میخوان مقاومت بکنن در مقابل خوابیدن، بهانه های مختلفی میارن که هی دوباره برگردن. مثلا میره رو تخت، بعد دوباره برمیگرد از اتاقش میگه یادم رفته بود شب بخیر بگم، یا مثلا میره دوباره میاد میگه مثلا من تشنمه، بهانه های مختلفی میگیره برای اینکه دیرتر بخوابه. تو اینجور موارد قبل از خوابیدن بهش میگیم که خب دستشویی تو رفتی، مثلا آبت رو خوردی، مسواکت رو زدی، حالا شب بخیرت هم بگو، بعد برو. یعنی در واقع همه بهانه ها رو جلوش رو میگیریم و مثلا ممکنه یه لیوان آبم بالا سرش بذاریم که این بهانه وجود نداشته باشه که دوباره برگرده و نخواد مثلا بخوابه یا بخواد دیرتر بخوابه. یه نکته هم این هست که بعضی ها خارج از تخت خواب، بعضی کودکان خارج از تخت خواب راحت تر میخوابن تا توی تختشون، توی رخت خوابشون. اینها رو هم باید عادت بدیم که خواب رو منتقل کنیم به تخت خوابش، یعنی عادت نکنه که جای دیگه ای بخوابه بعد ما بلندش کنیم ببریم سر جاش، یا اصلا همونجا بخوابه و بمونه. چارش اینه که در واقع بگیم هر وقت که خوابت گرفت، یعنی اگه الان داری این فعالیت رو انجام میدی، به محض که خوابت گرفت برو تو رخت خوابت، نه اینکه همینجا بخوابی. اگر خوابت میاد چشمات سنگین شده، برو توی رخت خوابت خودت و دیگه اونجا بخواب. در واقع تلاش نکن که بیدار بمونی بعد همونجا خوابت ببره. این هم در واقع در ادامه بهداشت خواب کار مهمی هست که والدین باید انجام بدن. علی‌رغم همه این مواردی که گفتیم، باز ممکنه مشکلاتی در خواب وجود داشته باشه. یه مشکلاتی در بخواب رفتنه، یه مشکلاتی در طول خواب اتفاق میفته که خب لازم هست راجع به اونها صحبت بکنیم و این مشکلات رو که بعضن خیلی شایع هستن، بعضن راه حل‌های ساده‌ای ممکنه داشته باشن و خیلی ممکنه والدین رو نگران بکنن، رو ببینیم چی هستن و راه حل‌هاشون چیه و چه اقداماتی باید براشون انجام داد که در برنامه‌های بعدی به اونها می‌پردازیم.